بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید. امروز سه‌شنبه 18 ماه مارس 2014 است و باز هم فرصتی پیش آمد که با آقای عنایت مطلبی باشیم از استرالیا، که اونها حقیقتا تاریخشون و روزشون جلوتر از ما هستند. چهارشنبه 18 ماه مارس 2014 است. در هر صورت آخرین روزهای سال 1392 رو پشت سر میذاریم، پنجشنبه به تحویل سال و سال 1393 وارد میشیم. پیشاپیش بهتون تبریک میگم، به آقای مطلبی هم تبریک میگم، امیدوارم سال بهتری باشه. در برنامه‌های گذشته دوستان از طریق صفحات مختلف، چه از طریق خود صفحه آقای عنایت مطلبی، چه از طریق دیدار یاران و دیگر صفحات فیسبوک، سوالاتی رو مطرح کردن که من خواهش میکنم از آقای مطلبی به این پرسش ها پاسخ بدن. ضمناً نظراتی رو هم مطرح کردن که ضمن تشکر ازشون، حتی درباره نور و صدا و اینها بوده که به بهبود بودن شدن برنامه کمک میکنن، ما نظرات اونها رو در نظر میگیریم تا اونجایی که امکاناتمون بهمون اجازه بده اونها رو به اصطلاح تاثیر میذاریم. آقای مطلبی خوشحالم که با شما هستم، سلام میکنم خدمت شما و میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم تا با دوستان باشید و من هم پای صحبت های شما مینشینم سراپا گوش. بفرمایید. پیش از هر چیز جناب سوربی، باید فرا رسیدن عید باستانی نوروز را خدمت شما و خانواده محترمتون و تمام هموطنان گرامی در هر نقطه این کره خاکی، به خصوص مقیم ایران، تبریک و تهنیت عرض کنم و موفقیت همگی را آرزو دارم. همینطور که جناب سوربی فرمودید، سوالات بسیار زیادی شده بود که امیدوارم امروز بتونم به این سوالات جواب دهم. دو تا سوال یا متنی که افرادی نوشته یا گفته بودن، همینطور یکی از آقایون دکتر ابوالقاسم، اگر فامیلیش سمدانی که در تلویزیون شما برنامه دارن، ایشون هم چیزهایی فرمودن که ناچارم جوابی عرض کنم. جناب سوربی، گویا خفاشی به بوستان زیبا و پرترابط نسرین و نسترن و مریم و نیلوفر وبسایت یاران عمدن یا سهوًا وارد گشته، البته در لباس اسم ناصرالدین، و نقدی در مورد روشنفکرانی که درباره ستمی که به دست عمال حکومت جمهوری اسلامی بر بهایان وارد میکنن چیزی نوشته. همینطور که شما میدونید، تعدادی از روشنفکران هموطن ما از جور و اذیت دوستان یک کمی گرفتار ناراحتن و این خواستن یک کمکی کرده باشن. ایشون گویا خوشش نیامده و اعتراض کرده که این بهایان به فرموده رئیس خود خوشحال و خوشنود می باشند از آزار و ستم دیگران. پس چرا شما روشنفکران کاسه گرمتر از آش شدید و سنگ آنها را بر سینه زنید؟ گویا ناراحت شده از این برنامه و اعتراض کرده.
بذارید به حال خودشون. ولی که این حضرت آقا مثل که غافل هست که این در واقع از تعالیم روحانی دیانت مسیح هم هستش که میفرماید حضرت مسیح میفرماید اگه کسی به شما زهر داد در مقابل عسل برگردانید، اگر کسی به شما دشمنی کرد شما دوستی کنید، اگر کسی از شما پولی خواست یک دلار خواست دو دلار بهش بدید، اگر کسی گفت یک کیلومتر با من همراهی کن شما دو کیلومتر راه همراهی کنید. این هستش که این آقا مثل این که خیلی از مرحله پرت هست. ای هموطن، اگر نام خود را ناصرالدین نمی نامیدی و ذلت الدین می نامیدی واقعا بهتر بود. چرا؟ من یاد آقای یگانگی می افتم وقتی می فرمان چرا همچون توی مایه خجلت دین هستی، مایه شکست دین هستی، مایه کسر دین هستی، مایه ننگ دین هستی. از دین جز اسمی و رسمی چیزی ندانی. آیا اون روزی که انصاف تقسیم میکردن کجا بودی؟ لابد گویی که مشغول غارتی بودم از مال بیگناهی. اون روز که عدالت تقسیم میکردن کجا بودی؟ گویی زیر منبر آخوندی نشسته بودم. اون روز که عقل و دانش و فکر تقسیم می کردن کجا بودی؟ لابد می گویی که یک بیگناه سنی یا کرد یا بلوچ یا بهایی را دستگیر می کردم. آیا از کتاب و دفتر انسانیت چه نصیبی بردی؟ شما از عقل سالم که مرکز هدایت و مشخصه عدالت هست چه کسب نمودی؟ آیا این کینه، این تنفر و انزجار از بهایان از کجا به دست آوردی؟ دوست عزیز، لابود میگویی از آخوند. خب انتظار بیشتر از این هم نمیره از آخوند. من مطمئن هستم زمانی که پا به عرصه این دنیا نهادی از این شؤون غیر انسانی پاک و مبرا بودی. بسیار خوب. ما بهایان به ذمه شما مقصریم. آیا از سنی ها چه گناهی؟ سنی ها به ذمه شما مقصر. از دراویش صلح دوست و بی آزار گنابادی و غیره چه گناهی؟ بسیار خوب، دراویش به ذمه شما مقصر. از کردها چه گناهی؟ کردها به ذمه شما مقصر. از بلوچها چه گناهی؟ بلوچها به ذمه شما مقصر. از مردم و ملت نجیب ایران چه گناهی که همگی اسیر زنجیر ستم شما قرار دادید؟ و این کردارتان نامعقول و ناپسندیده است. این ذلت، ای ذلت دین، تا زمان باقی و وقت مناسب موقعیت را غنیمت شمار و از خواب قفلت و نادانی بیدار شو. عینک کدر را از روی چشمانت بردار ای برادر، که شاید همه را به رنگ درست خود بینی و از این گمراهی و بدبختی و فرومایگی همچون اربابانت رهایی یابی. اگر امکان دارد با چشمان خود ببین، با گوش های خود استماع کن، با فکر خود بیاندیش، نه با چشم گوش عقل آخوند. ای هموطن گرامی، دو سوم قرآن جناب سوربی داستان است.
این داستان ها برای یه خوشایند و سرگرم کننده ما نوشته نشده. باید از این داستان ها ما درس بگیریم. اشتباهی که گذشتگان کردن ما مرتکب نشیم. ولیکن خیلی باعث تأسف هستش که چکام کنیم از این درس نگرفته، همون اعمال همون کارها که گذشتگان نمودن ما هم مرتکب می شویم. ای هموطن، واقعا باید بهت عرض کنم که هوشیار شو، هوشیار شو از بندهای دشمنانت که تو فکر می کنی دوستانت می باشن رها شو. این ره ظلمانی است، ظلمت اندر ظلمت است، تاریک است، تاریک اندر تاریک است، خراب اندر خراب است. امیدوارم این دوست عزیز در سال جدید یک کمی به فکر بیفته و از گذشتگان درس بگیره. اما جناب سوربی، این دوست عزیز جناب دکتر ابوالقاسم صمدانی که در برنامه فکر میکنم ده هفته پیش یا هفته پیش عنان کلام از دست مبارکشان خارج شد و فرمودن چیزهایی که نمی بایست. جناب دکتر صمدانی، ای سرور گرامی و ای هموطن عزیز، بنده به بیانات شیوای حضرت عالی که شامل گل و خار، تلخ و شیرین، نرم و سخت، عسل و زهر بود مستمع بودم و در بسیاری از آنها حظ وافر بردم و قبل از هر چیز تشکر نمایم، ولی در قسمت‌های قدری تأثیر حاصل گردید. اول اینکه باید عرض کنم نام و نام خانوادگی زیبا و پرمعنی دارا می باشید که ابوالقاسم یعنی از کنیه حضرت محمد می آید و صمدانی یکی از اسماء الهی می باشد. پس با صحبت‌هایی که فرمودید جناب دکتر، در مورد اسلام این نام و خانوادگی زیاد جور نیاید. شما توهین به اسلام فرمودید، در واقع توهین به 1 میلیارد انسان بود که اعتقاد به این دین دارند. اگر تعدادی یا تعداد زیادی از مسلمین اونچه شایسته و بایسته اونها که می باشد عامل نمی باشند، دلیل بر نادرستی و ناصحیحی اسلام نیست. دوست عزیز، در مورد اینکه فرمودید بهائیت یک فرقه از اسلام است، عجیبه. باید عرض شود بنده از دکتری عالی قدر و مطلع همچون شما که دارای تحصیلات عالیه می باشد بیش از این انتظار دارم که در مورد دیانتی بسیار مهم و جهانی که بیش از 20,000 شهید داده و هنوز هم همونجور که شما مطلع هستید می دهد و هر روز رنج و عذابی بر این دوستان وارد می شود، حضرت عالی اطلاع بیشتری باید داشته باشید و ندانسته یا فقط شنیده شده قضاوت ننمایید. جناب دکتر صمدانی، اینجایی هیچ گونه عذر و بهانه‌ای ندارد از این نوع ابراز نظرها، چون در هر شهر و بوم و دیاری که شما زندگی می کنید اونجا بهایی وجود دارد، چه بهایی ایرانی چه غیر ایرانی.
شما می توانید کتب این دیانت را به دست آورده و مطالعه کنید، یا اینکه به وبسایت کتابخانه بهائی تشریف ببرید. آی دکتر، اقیانوسی از اطلاعات می باشد در اونجا. بنده به شما قول می دم اگر این کتب را مطالعه کنید یا تعدادی از این کتب را مطالعه می فرمودید، امروز نمی فرمودید که دیانت بهایی فرقی از اسلام است. خیر، باید عرض کنم دیانت بهایی یک دیانت مستقل و جهانی است و فرقی نیست، و تنها راه نجات، تأکید میکنم تنها راه نجات، با تعالیم عالیه جدیده کامله خودش میباشد. منتها کسی میخواد منصف باشه و برای این آثار را چکا کنه؟ مطالعه کنه و با دید انصاف اونها نگاه کنه. انصاف لازم هستش، و اگر چنانچه ممکن است و مقدور است و مؤثر می باشد، جناب دکتر روز همین پنجشنبه شب 20 مارچ به مجلس و محفل مخصوص عید نوروز که بهایان در همون شهر شما تهیه و تدارک دیدن مراجعه کنید. آقای دکتر به شرکت بفرمایید. شما خود ملاحظه خواهید فرمود که حضرت بهاءالله چه عشقی، چه محبتی، چه علاقه‌ای به دیگر بهایان ایرانی عنایت فرموده که با قلبی سرشار از دوستی و عشق این روز ایرانی یعنی نوروز را جشن گیرند و موجب شادی همگان گردند. جناب دکتر در این شب در هر کجای این کره خاکی شما تشریف ببرید، از شهرها و دهات در کشور آمریکای جنوبی مثلا بولیویا، اکوادور، پرو، در آفریقا، آفریقای جنوبی، آفریقای شمالی، جزایر پاسیفیک، استرالیا، هندوستان، شرق آسیا، چین، روسیه، اروپا و و و و این جشن را، یعنی جشن نوروزی ایرانی را با کمال عشق و شادی برگزار می کنند. و اگر شرکت کنندگان سوال شود، از شرکت کنندگان سوال شود نظر خود را راجع به ایران بگویند، خواهند گفت بدون استثنا همگی این را خواهند گفت، چون خود من این سوال را بارها کردم. جواب این بوده اینها عاشق ایرانند، آرزوی زیارت این کشور مقدس حضرت بهاءالله می باشند. شما باید افتخار کنید که بهاءالله از این کشور آمده است. جناب دکتر، حضرت عالی در مورد نوروز چه کردید؟ بفرمایید شما چه کردید، ما چه کردیم و شما چه کردید؟ و به قول شما ما فرقه اسلام هستیم. عجیبه، ما فرقه اسلام هستیم و این کارا رو کردیم، ولی که ما نمیدونیم شما چه انجام دادید. حالا چه میشه گفت؟ جناب دکتر صمدانی فرمودید رهبر بهائیان، یکی دوتا هم نفرمودید، چند دقیقه فرمایشتان تنها ایراد از بهائیان گرفتید. جناب دکتر صمدانی فرمودید رهبر بهائیان از دولت انگلیس دریافت مقام سر را نموده. جناب دکتر، اگر در همون عکسی که شما مدرک قرار دادید با دقت ملاحظه و مشاهده فرمایید، خواهید دریافت که هیچ کس به جز حضرت عبدالبها جسارت نشستن حتی روی صندلی نکرده. تنها کسی که روی صندلی نشسته حضرت عبدالبها هستن. و از این گذشته حضرت عبدالبها اون نشان را قبول نفرمودن، عنایت کردن به شخص دیگه.
باید برای اطلاعات کم شما بنده بیافزایم که این نشان نشانی هست که دولت انگلیس به افرادی که خدمت به عالم بشریت میکنن میده و هنوز هم میده، هنوز ادامه داره. به این مخصوص حضرت عبدالبها نبود. حضرت عبدالبها شخصی بود که زندگی، وقت خودش را صرف کرد برای خدمت به عالم بشریت. و باید عرض کنم بار دیگر که دیانت بهایی دیانت جداگانه و مستقل است که داروی حلال تمام گرفتاری های بشر امروزی می باشد. و همینطور که عرض کردم تنها کلید صلح و آشتی می باشد. و باید اضافه نمایم زمانی که سرقنصلگری ایران به ملاقات نویسنده عالی قدر روسی تولستوی رفت، سوال نمود، از ایشان سوال نمود چطور بشر میتواند به صلح برسد. جناب تولستوی قدری ناراحت شد و با تندی به این شخص جواب داد. به وی گفت شما ایرانی ها کلید صلح یعنی حضرت بهاءالله را در دست داشتید و تبعید نمودید، حال این سوال را از من میکنید؟ این چه سوالیست آقا؟ باید اضافه کنم جناب سوربی تولستوی اعلام نمود و که یک شخص این دیانت بهایی را قبول کرده و یک بهایی است و در اکثر اجتماعاتی که صحبت میکرد گفت که دیانت بهایی تنها وسیله ایست که انسان میتونه به صلح برسه و تمام مشکلات را حل و فصل نماید. جناب دکتر صمدانی مسئله تمام شدنی نیست. گویا فرمودید بهایی‌ها به بوش پدر گفتن عید نوروز مال بهایی ها می باشد. چقدر باعث تعجب بنده هست. دوست گرامی فرمایشات شما بهتر از آخوندا فکر میکنم نیست. شما که اعتراض کردید بر با آخوندها، شما چرا خودتون بررسی نمیفرمایید؟ این مقوله را از کجا پیدا کردید؟ در کدوم کتاب خوندید؟ اینا چه حرفیه میزنید؟ آخوندا بهایان را محکوم به جاسوسی با اسرائیل و غیره نمایند، ولی هیچ موقع دلیل و مدرکی را ارائه ندهند. حالا شما هم جناب هیچ مدرکی را چرا اراده نمی؟ شما که از آخوندها ایراد گرفتی قربون شکل ماه. خب یک مدرکی، به چه مدرکی حرفا را می زنی؟ جناب دکتر صمدانی فرمودی شما اعتقاد به دین ندارید. بسیار خوب، دنیا دنیای آزادی است و حامیان عرفان می باشید. عرفان محل ظهور و بروز عقل و درایت و دانایی و اطلاع است. جناب دکتر عقل انسان گوید باید بررسی کامل و درست نمود پیش از اظهار نظر. شما اظهار نظر فرمودید بلکه اطلاعاتون کافی نبود. من خیلی متاسفم از شنیدن این ابرازات شما. دیگه فرمودید جناب دکتر صمدانی فرمودید که دیانت بهایی ساخته و پرداخته استعمار انگلیس است. باید عرض کنم بنازم به این قدرت انگلیس که چنین امر عظیم اخفم بزرگی ساخته و پرداخته و باعث کردیده چنان ایمان و اعتقادی در دلها گذارد
که بیش از 20,000 شهید داده و افراد روشنفکر و انسانهای والا تربیت نماید و هر روزه از ملت خود هم بهایی شوند. عجب قدرتی داره باریکلا انگلیس که این دین را چیکار کرده؟ درست کرده. راستی جنابان آخوندها فقط انگلیس ها را متهم یا ساخت پرداخت دیانت باهایی ندادن، گویا شما اونا را نخوندید. این نوشته ها هم از آخوندها می آ قربانت برم، شما نمیدونم از کدوم کتاب ردیه مطالعه کردید. اول کسانی که متهم شدن به ساختن دیانت بهایی جناب دکتر روس ها بودن، دوم انگلیس ها شدن. بستگی داشت که کشور ایران با چه کشور دیگه دشمنی داره، اختلاف داره. اون موقع اون کشور میشد ساخته یا دیانت بهایی را اونها ساختن. سومین کشور جناب دکتر آمریکایی‌ها بودند. حالا ما گرفتاری با آمریکایی‌ها داریم، دیانت بهایی آمریکایی‌ها ساختن. بعدش اسرائیلی‌ها، چون که مرکز دیانت بهایی در اسرائیل و فلسطین هست، اینه که اونها ساختن، بحثی درش نیست. یه کمی اطلاع، من نمیدونم ما چرا اینقدر بی اطلاع هستیم. دیانت بهایی در سال، یا حضرت بهاءالله در سال 1868 وارد فلسطین شد، نه اسرائیل، در عکا به عنوان یک زندانی وارد اونجا شد، یعنی واردش کردن، تبعیدش کردن. حالا شما بفرمایید که اونها ساختن، دولت 1948 اگر اشتباه نکنم دولت اسرائیل تأسیس شد. ببینید چه مطالبی شما میفرمایید، اقلا کمی مطالعه کنید ببینید چی میگید. آیا جناب دکتر در مورد در جواب این سوالات چی جواب خواهید داد؟ جناب دکتر صمدانی، اگر چنانچه اراده مبارکتان بر این شد که عطری تهیه کنید برای شب عیدی، آیا تشریف ببرید به مغازه عطر فروش یا به فروشنده اعتماد میکنید و میفرمایید هرچی او گفت گوش میکنید که این عطر خوب است، یا خود شما اون عطر را به قوه و قدرت و توانی شامه مبارکتان سپرده و امتحان نمایید چیکار میکنید؟ دوست عزیز جناب دکتر صمدانی، از اینکه حضرت عالی در مورد ستمی که به توسط این افراد اوباش حکومت لا اسلامی ایران بر بهائیان روا می‌دارند دفاع فرمید و همدردی کردید، بنده کمال تشکر و سپاس را دارم. این بیان از حضرت مسیح و همینطور تکرارش از حضرت عبدالبها هستش. می فهمان که اگر شخصی 9 ایراد داشته باشه، 9 عیب داشته باشه، ولی کم فقط و فقط توجه بفرمایید، فقط و فقط یه حسن داشته باشه، باید به اون یک حسنش توجه هم بود جناب دکتر صمدانی، و بقیه ایرادها را صرف نظر کرد و نادیده گرفت. البته کار آسونی نیست، میدونم این کار آسونی نیست، ولی که من در اینجا باید عرض کنم جناب دکتر صمدانی، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. البته اگر بنده توانستم باشم مطلب را به طور کامل ادا کنم، چرا؟ به خاطر اینکه این شعر، بیت شعر بسیار زیبا را براتون قرائت میکنم که میفرماید من گنگ خواب دیده و
عالم تمام کر. خوب توجه بفرمایید، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدن. حال اگر شما جناب دکتر صمدانی اطلاعات بیشتری راجع به دیانت بهایی داشتید، لابد نظرتون فرق میکرد. و مصداق این بیت شبید که میفرماید گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی بهایان را. البته این ملامت کنی بهایان من اضافه کردم، ملامت کنی زلیخا را. همینطور که میدانید و آگاه هستید، زلیخا همسر پادشاه مصر بود و زمانی که به یک مارکت یا بازاری رفتن، شنبه بازار یا هر بازاری بود رفتن، حضرت یوسف که اسیر کرده بودن و برده بودن اونجا و میفروختن، زلیخا خواهش کرد که این برده را خریداری کنن. خریدن و در منزل بردن و کم کم زلیخا علاقه‌مند شد و عاشق یوسف شد. وقتی این اتفاق افتاد، مردم شهر، خانم‌های رؤسای شهر پشت سر زلیخا شروع کردن صحبت کردن. آخه میگه میشه کسی عاشق برده خودش بشه؟ بعد زلیخا شنید که مردم پشت سرش صحبت میکنن، خانم های دیگه پشت سرش صحبت میکنن، همه را دعوت کرده روز و دستور داد میوه ترنج برای همه بیاورند و آوردند. بعد این شهر را گفت گرش ببینی، یعنی اگر روز یوسف را ببینید و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. که بنده عوض کردم، جناب دکتر صمدانی اگر اطلاعاتتون را شما بالا ببرید اون وقت و تشخیص بدید، من مطمئن هستم اگر بدون هیچ غرض، بدون هیچ تعصبی این دیانت را بررسی بفرمایید و تحقیق کنید و چیزی در آن ندیدید، اون وقت روا بود که ملامت کنید بهایان را. در غیر این صورت من اون را منصفانه نمی بینم. سوالی هست جناب؟ بله سوربی. آقای مطلبی، دوستان روی فیسبوک سوال کردن، من این پایین روی اسکایپ برای شما فرستادم. درباره صحبت‌های آقای لاریجانی یک شنبه شب در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که گفتن گویا هیچ بهایی به خاطر دین بهایی در زندان نیست، شما نظری دارید یا این برنامه رو دیدید یا خوندید در موردش؟ والا جناب سوربی از این شوخی ها زیاد می فرمان. اصلا من که نه تنها نظری نمیتونم بدم، این صحبت های حتی بچگانه هم نمیشه گفت. این صحبت های بی اساس، خالی از هر حقیقت. یعنی الان در حال حاضر که فرمودن هیچ، من گوش نکردم خوشبختانه خودم و هیچ علاقه هم ندارم به این صحبت های بی اساس گوش کنم. ولیکن وقتی میگن که هیچ بهایی در زندان نیست، هفت نفر از رؤسای بهایی که الان در زندان هستن و اونها 20 سال حکم براشون بریدن، اینها کجا هستن؟ اینها تو در کرج و در دیگر زندان ها نیستن؟ زندان ایوین نیستن؟ نگران نباشید، اینها حرف زیاد میزنن ولیکن در عمل واقعا در واقع هیچ. آقای مطلبی، من همون موقع نشون دادم که
آقای احمد شهید گفته که دست کم 136 بهائی در زندان هستند. درسته، کاملا صحیح جناب سوربی، کاملا صحیح است و اینایی که ما میدونیم. ولی کن هر روز بهائی‌ها در گرفتاری، در زجر، در عذاب، در هیچ اینها بهائی‌ها را اجازه نمیدن در هیچ شغل دولتی کار بکنن. حتی اونهایی که در شرکت‌های خصوصی کار میکنن اعتراض میکنن اینها رو بیرون کنید. ولی که این شرکت‌های خصوصی میدونن که نمیتونن کسی بهتر که بتونن بهشون اطمینان کنن استخدام کنن، اعتماد دارن. جناب سوربی، تمام کشورها اکثر کشورها، نمیتونم بگم تمام کشورها چون کشورهای مسلمان دیگه ما داریم، اکثر کشورها وقتی که ما میخوایم ویزا بگیریم به سادگی به ما ویزا میدن. آی چرا؟ علتش چیه؟ چون میدونن ما در کار سیاست حزبی دخالتی نداریم، بر علیه دولتی کاری انجام نخواهیم داد و همگی به شغل، همگی به از تحصیلات عالیه برخوردار، همگی خدمت میکنن به اون کشور. از خداشونه که یک بهائی بیاد به اونجا خدمت، چون میدونن، خبر دارن. حالا این صحبت هایی که این آخوندها میفرمان یا آقای لاریجانی گفته اصلا معنی نمیده. اینا خودشونا ذلیل میکنن، خودشونا پایین میارن. ما جناب سوربی قبلن هم من عرض کردم خدمت شما، یکی از مشکلات بسیار عظیمی که شخص خود من دارم برای تبلیغ دیانت بهایی به مسیحی ها و دیگران، اسلام هستش. و ما سعی میکنیم اسلام را خوب جلوه بدیم، ولی که اینها اون طریق دیگه خراب میکنن، خراب اندر خراب میکنن. هر روز یه گرفتاری پیش میارن و فکر میکنن اینها میتونن با این افکار و کارهاشون چیکار کنن؟ اسلام را بزرگ کنن. ولی که نمیدونن که دارن اسلام را ضایع میکنن. و یکی از سختی های این حقیر همین هست. تا میگن که آقا شما اسلام را قبول داریم، نمیتونیم دروغ بگیم که ناچاریم بگیم بله. و وقتی میگیم بله شروع میشه حالا بیا ثابت کن بابا اینهایی که این کارا را میکنن اینها به اسم اسلام هست، اینها مسلمان واقعی نیستن، اینها گرگانی هستن در لباس میش. بله، اگر سوالی نیست من برم در قسمت سوالهایی که از من شده بود. بله بفرمایید. یکی از دوستان نوشته بود سیاست چیز خوبی نیست، بد است. باید خدمت این دوست عرض کنم همه چیز دو صفحه داره، صفحه خوب، صفحه بد. مثلا شما یه چاقو را در نظر بگیرید، این چاقو میتونید شما یک سیبی را نصف کنید و با دوستتون شریک بشید، یا میتونید موجب زخمی یک فردی گردید. تلویزیون جنبه خوب داره، برنامه های خوب داره، آموزنده داره، برنامه های بد هم داره. این کامپیوتر که الان تمام دنیا وصل هست، ببینید چقدر منافع داره، همونقدر هم ضرر در بغلش در صفحه دیگش هست. بستگی داره سیاست رو چجوری توجیه و تعریف کنید. این هستش که نمیتونیم بگیم یک چیزی 100% خوب یا 100% بد هستش، بستگی داره ما چجوری از اون استفاده کنیم. یکی از دوستان بهایی چند آیه از قرآن برای بنده فرستاده بودن که من اینها را استفاده کنم برای برهان دیانت بهایی. دوست عزیز، چشم، در آینده این کار را خواهم کرد. ما تازه اول در کنار ساحل اطلاعات دیانت بهایی هستیم، انشالله وقتی که پیش اومد چشم. گرچه من همینطور که قبلا عرض کردم اصلا
راضی نیستم و خوشنود نیستم که برم برهان بیاورم از کتاب های دیگه، ولی کن چه کنم که چاره‌ای ندارم. برای اثبات میوه سیب، انگور و گلابی باید چیکار کنم؟ بگم که به این دلیل به اون دلیل، این درخت سیب است، این درخت انگور است. ولی که احتیاجی نیست، انگور را بچینید و میل کنید و خواهید فهمید که این انگور هست. احتیاج به برهان و دلیل نداره عزیز من. این هستش که ولی که خب چاره نداریم، بعضی مواقع ناچاریم این کارا را انجام بدیم. دوست عزیز دیگه‌ای در مورد دخالت در سیاست نوشته بود که اگر بین دو کشوری جنگی پیش آید و یک خبرنگاری از رؤسای این دو کشور سوال کند که علت جنگ آیا چه بوده، آیا اونها حقیقت را خواهند گفت؟ ای دوست عزیز که این را مرقوم فرمودید، ملاحظه کنید برای نمونه دولت یا کشور آمریکا که از ایالات‌های مختلفی تشکیل شده و همینطور کشور استرالیا، همینطور که هر ایالتی یک مجلس مخصوص به خود دارد. آیا هیچ ایالتی از در آمریکا به ایالت دیگه لشکرکشی میکنه، حمله نظامی خواهد کرد؟ دوست عزیز، ما باید اونچنان به سن بلوغ برسیم و تربیت برسیم که تمام این کشورهای روی کره خاکی همچون احساسی داشته باشیم، همچون حالتی پیش داریم برامون پیش بیاد، نه اینکه فکر کنیم حالا در آینده چی میشه، ایران به عراق حمله میکنه، عراق به نمیدونم کشور اردن حمله میکنه. نه، اینها باید اونچنان دوست و محبت و عشق بینشون به وجود بیاد که این اصلا جنگی وجود نباید داشته باشه و ارتش باید فقط برای به روش یک پلیس عمل کنه. این آرزوی دیانت بهایی. دوست عزیز، دوست عزیز دیگه سوال کرده بود چرا شما بهایی‌ها متوجه شدید از آمدن موعود؟ دیگر دانشمندان و علمای ادیان گذشته متوجه نشدند و شما متوجه شدید. دوست عزیز می فرماید شاعر نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. چقدر زیباست دوست عزیز. سرور گرامی، مدارک دانشگاهی هیچ کمکی نمی کنه. قلب پاک لازم هست، فکر کامل لازم هست. این علما نفهمیدن. اجازه بدید بنده داستانی خدمت شما عرض کنم. در زمان حضرت بهاءالله کاروانی همیشه با مردم با کاروان به عتبات مقدسه اسلام می رفتن جهت زیارت. یکی از علمای اون زمان گویا می خواسته با خانواده خودش به زیارت مشرف بشه. از شخصی می پرسه قربان، آیا کسی هست مطمئن که من بتونم ازش استفاده کنم و به زیارت برم؟ دوستش میگه که بله، یک شخصی هست که این بسیار انسان خوبی هست و شما میتونید 100% بهش اعتماد کنید و با اون کاروان بروید. میگه این کیه؟ میگه این شخص به نام
ایکس هست ولیکن یه ایراد کوچیک داره. یه ایرادش چیه؟ میگه ایرادش اینه که باهائیه. جناب آقای عالم ناراحت میشه ولیکن بعد فکر میکنه من نمیتونم زن و بچم رو دست کسی بسپارم که اعتماد نمی کنم و چون این حالا باهائی باشه مهم نیست، ولیکن در محلهای مختلف که توقف می کردن به این آقای کاروان سلام می گفته که شما برید این طرف بشینید، نزدیک ما نیایید، به خاطر که اینها را پاک نمی دونستند. ایشون هم می گه چش اشکال نداره. یک روز در موقع نهار بعد از چند مدتی صداش میکنه، میگه آقا بیا به من، یک سوالی از تو دارم. میگه بفرمایی. میگه ببینم شما سواد خوندن و نوشتن داری؟ میگه خیلی مختصر. میگه بسیار خوب. میگه من یه عالم هستم، یه مجتهد هستم و قرآن را همه چیز را خوب خواندم. چطور شد که تو اون موعودی که ما منتظرش هستیم تو میگی اومده و بهش ایمان آوردی و من ایمان نیاوردم، من نشناختمش؟ میگه حضرت جناب آخوند، ای مرشد گران عالی قدر، من مثل ریگ سنگهایی هستم در این بیابان پهناور. وقتی که خورشید طلوع میکنه در صبح، اول نورش به کی میفته؟ به من میفته. و اما شما جناب عالم مثل اون زمرد یا طلا، طلای پرارزشی هستید یا اشرفی پرارزشی هستید که در یک انبار بسیار محکم و در اون انبار در یک صندوق بسیار محکم با قفل و کلید و در یک جعبه کوچکی با قفل و کلید نهاده شدید. وقتی که خورشید طلوع میکنه به شما اصابتی نداره و اون صندوق و اون اتاق علم شماست، دانش شماست که باعث شده شما حق را زیارت نکنید و من اون ریگ بیابون هستم که خورشید بر من طلوع کرد و من قدری از اون نور را منعکس کردم. حال همتم این شعر را هم باز میخونیم با هم دیگه که میفرماید همتم بدرقه راه کن ای طاهر قدس، که دراز از ره مقصود من و توه هم سفرم. همتم بدرقه راه کن ای طاهر قدس، که دراز است ره مقصود من و توه هم سفرم. قربان هیچ سوال دیگه هست؟ من اینجا سوالی ندارم، بفرمایید. عرضم به حضورتون که حالا باید برگردیم. جناب سوربی چقدر وقت داریم؟ 11 دقیقه. بسیار خوب. باید برگردیم به دنباله برنامه‌ای که ما قبلا داشتیم. حالا من نمیدونم چقدر میتونم راجع به این مسئله صحبت کنم و اون این بود در جلسه قبل از فصل 11 از مکاشفات یوحنا صحبت کردیم. ببخشید یه سوال دیگه اینجا بود، من فراموش کردم. یکی از دوستان فرمودن که در بذارید این سوال پس، چون که اگر این سوال جواب بدم وقت زیاد نمیمونه، بذارید دفعه دیگه این سوال را جواب خواهم داد. بلی، در جلسه قبل ما از فصل 11 از مکاشفات یوحنا صحبت کردیم
و گفتیم نبی یعنی چی، گفتیم پیغمبر یعنی چی، و گفتیم که این مظاهر الهی هیچ کنوم اراده از خودشون ندارن، و گفتیم که اونها همگی چی هستند، به اون نور الهی روشن گردن. و گفتیم که ماه یعنی چی، گفتیم خورشید یعنی چی. انشاءالله که همه به یاد خواهید آورد، و اگر یاد ندارید میتونید به کتابخانه بهایی مراجعه کنید و از کتابی به نام مفاوضات حضرت عبدالبها اینها را دوباره ذهنتون را تازه کنید. گفتیم که شهر مقدس یعنی چی، گفتیم که در چند جا بشارت داده شده بود، یکی 42 ماه برای ظهور اسلام و همینطور ظهور دیانت بابی یا حضرت علا که همون سید علی محمد باب می باشد. در یک جا گفتیم که 42 ماه ذکر شده، در جای دیگه گفتیم صریحا میگه که 1260 سال ذکر شد، و در جایی گفتیم که 3 روز و نیم همون 42 ماه میشه، چون ببخشید 3 سال و نیم نه 3 روز، 3 سال و نیم، هر سال 12 ماه هست، 12 تا 3 تا میشه، 3 تا 12 تا میشه 36 ماه، اون 6 ماهش هم میشه چی؟ 6 روز میشه 42 ماه، یا 42 بله 42 ماه ضرب در 30 بکنیم میشه 1260 روز. این دور ما گفتیم که دور اسلام بود، و باز هم عرض کردیم که دور اسلام تمام شد. چرا دور اسلام تموم شد؟ برای که اون روحانیات عوض شد، تموم شد، مردم دیگه به هیچ روحانیتی چی؟ نیستن، عامل نیستن. حالا از اینجا شروع میکنیم، تا اینجا خونده شد از اینجا شروع میکنیم. پس انوار فضائل عالم انسانی که از نتایج محبت الله و معرفت الله است غروب نمود، همینطور که عرض کردم، و ظلمات ظلم و اتصاف یعنی ستم سختی و شهوات و رذائل شیطانی غالب گشت. یعنی میفرمان که چی؟ در اسلام اینطور حالتی پیش اومد در این مدت 1260 سال، و شخص شریعت الله چون جسد مرده در معرض عموم قرار گرفت، یعنی اصل روحانیات از بین رفت و تموم شد در مدت 1260 روز، که هر روز عبارت از یک سال است، و این مدت دور حضرت محمدی است. اون چه این دو نفر یعنی حضرت محمد و حضرت علی، اگر یادتون باشه ما مطلب را دفعه پیش عرض کردم و گفته شد، این دو نفر تأسیس کردند و اساس شریعت الله امت از دست دادند. فضائل عالم انسانی را که مواهب الهیه و روح این شریعت بود، اون را محو کردند، به قسمی که صداقت و عدالت، محبت و الفت، تنزیه و تقدیس و انقطاع، جمیع صفات رحمانیه از میان رفت. از شریعت یک صلات و یک صیام باقی ماند، و 1260 سال که عبارت از دوره قرآن است، اینها امتداد یافت و مانند اون بود که این دو شخص فوت شده باشند. پس وقتی که این خصائل و صفات انسانی از بین رفت، مثل این میمونه که این شریعت یا این افراد یا این دین چی شد؟ فوت شده باشد و جسدشان بیروح باشد. چرا؟ برای که از این دیانت فقط همینطور که امروز ما میبینیم فقط یک نماز هستش و یک روزه،
ولیکن از انسانیات، خصائل انسانیات، صفات انسانیات چی ما میبینیم؟ ببینید ما چی میبینیم. در ایران خودشون، خود قدرتمندان میلیون میلیون ها در اخبار هستش که میبرن، ولیکن یه بدبختی اگر دستش کجی کنه برای قوتی یه چیزی ببره، دستش رو قطع میکنن یا میکشنش. ببینید ما به کجا رسیدیم. و پس چی شد؟ پس این قوانین روحانی همه چی از بین رفت، مانند اون بود که این دو شخص پس فوت کردن، یعنی دیانت فوت شد و جسدشان بیروح باقی ماند. بعد می‌فرماید که ساکنان زمین بر ایشان خوشی و شادمانی کنند و نزد دیگر یک دیگر هدایا خواهند فرستاد، و از اون رو که این دو نبی ساکنان زمین را مغلوب ساخته. ببینید این دوتا حضرت محمد و علی پیشرفت کرده بودند و دیانت اسلام را به این کشورهای دیگه ناراحت بودند. وقتی که اینجور چیزی اتفاق افتاد، اونها اون قدرت حسنات روحانیه را از دست داده بودن، اینها خوشحال شدن که این دیانت دیگه قدرتی ندارد که نداشت. ببینید امروز اسلام به چه روزی افتاده است و کشورهای دیگه به چه. مقصود از ساکنان زمین ملل و اقوام سائره، چون امم اروپا و اقصا بلاد آسیا است، اینها خوشحال شدن که چون ملاحظه نمودن که اخلاق اسلام به کلی تغییر کرده و شریعت الله را ترک نمودن و فضائل و همیت و غیریت از میان رفت، اخلاق تبدیل یافت، خوشی و شادی نمودن که فساد اخلاق در ملت اسلام حاصل گشت و مغلوب اقوام سائره خواهند شد. اینا خوشحال شدن که اینها دیگه تموم شد، کارشون خراب است، که ما هم میبینیم. چنانچه این قضیه در کمال وضوح ظاهر شد. ملاحظه مینمایید که این ملت که در نهایت درجه اقتدار بود، هر چگونه اسیر و ذلیل گشته و اقوام سائره نزد یک دیگر هدایا فرستادن که اسلام کارش خراب شده، خوشحال شدن هدایا برای هم دیگه فرستادن. یعنی چی؟ یعنی معاونت یک دیگر نمودن، زیرا این دو نبی ساکنان زمین را مغلوب ساخته، یعنی ملل و اقوام سایر عالم را غالب و مغلوب نمودن. در اول عرض کردیم که این دو نفر امرشون را پیش بردن، حالا به هر نحوی، یا با کلام یا با حرف یا با زور پیش برده بودن و اینها دیگه نتونستن، دیگه نمیتونن. بعد از سه روز، اینجا ملاحظه کنید، باز دوباره میفرماید بعد از سه روز و نیم روح حیات از خداوند به دیشان در آمد که بر پاهای خود ایستادند. خب اینجا داره راجب چی، کی صحبت میکنه؟ راجب دیانت بابیه داره صحبت میکنه، برای آمدن حضرت اعلی سید علی محمد باب داره صحبت میکنه. میگه بعد از سه روز و نیم دوباره به روح جدیدی این دوتا، چون بدنشون مرده بود و به خاک افتاده بودن، روح جدیدی در اینها دمیده شد. ما گفتیم ادیان یکی هست، هیچ فرقی نمیکنه، اسلام، بهائیت، مسیحیت و و و و هیچ فرقی با هم ندارن. حالا این جسد، یعنی جسد اسلام، دوباره روح جدیدی پیدا کرد که ما گفتیم که این میشد هزار و سه روزانی میشه 1260 سال، در پیش ما بیان شد و صحبت کردیم. گذشت. اون دو شخص که جسمشان، یعنی حضرت محمد و حضرت علی، که جسمشان روح از روح افتاده بود، یعنی تعالیم و شریعتی که حضرت محمد تأسیس
و حضرت علی ترویج کرده بود و حقیقتشان از میان رفته بود، صورتی باقی مانده بود، دوباره روحی به اون جسد آمد، یعنی اون اساس و تعالیم دوباره تأسیس شد. این هستش که یعنی اون روحانیات شریعت الله. روحانی شریعت الله دفعه پیش عرض کردم که یعنی دیانت که به جسمانیات و فضائلی که به رضائل و محبت الله که به بقضا و نورانیتی که به ظلمات و اخلاق رحمانی که به شیطانی و عدلی که به ظلم و رحمتی که به بغض و صدقی که به کز و هدایتی که به زلالت و طهارتی که به شهوات نفسانیه تبدیل شده بود، بعد از 3 روز و نیم که به اصطلاح کتب مقدسه 1260 سال است، دوباره اون تعالیم الهیه و فضائل و کمالات رحمانیه و فیوزات روحانیه با ظهور حضرت اعلی و تبعیه حضرت جناب قدوس تجدید شد. گویا وقت ما هم تمام شد. درست جناب بله، از شما ممنونم. اجازه بدید که عید سیام و نوروز رو تبریک بگیم به بینندگان. ضمناً در طی برنامه من آدرس صفحه فیسبوک شما رو گذاشتم، اگر دوستان پرسشی دارن میتونن مستقیما با شما تماس بگیرن یا با شماره تلفن و ایمیلی که دیدن از مردم تیوی با اونها پرسش هاشون رو مطرح کنن، نظراتشون رو بگن و در برنامه های آینده پاسخ میدید شما و یا در مورد نظراتشون صحبت میکنید. ضمناً دوستی نوشته بود که پاسخی داده به آقای ناصرالدین ولی یا پرسشی کرده ولی ایشون جواب نداده و اون رو هم من برای شما فرستادم زیر همون صفحه فیس ببخشید اسکایپتون میبینید. من هم به شما پیشاپیش سال نو رو تبریک میگم، امیدوارم سال بهتری باشه برای همه انسانهای روی کره زمین. خیلی متشکرم جناب سوربی، منم خیلی از شما متشکرم. گویا این صحبت هایی که شد راجع به این آقای ناصرالدین خودش هم گوش نکنه، ولی کن بنده ابراز این صحبت ها را میکنم به خاطر دیگران هست، چون جناب ناصرالدین تنها یا ذلت الدین تنها نیست، خیلی ها هستن که این عقیده دارن. البته عقیده باید احترام، من احترام میذارم به عقاید دیگران، چه درست چه غلط، ولی کن باید توضیح داده بشه که مطالب روشن گردن. و بنده هم سال نو را برای شما و تمام ایرانی ها در هر نقطه دنیا سال خوبی براتون آرزو میکنم و موفقیت شما را از خداوند متعال خواهان و خواستارم و تشکر. بسیار ممنون. روز و روزگار بر شما خوش. روز شما هم خوش. خب بینندگان عزیز، شاهد برنامه دیگری بودیم از آقای عنایت مطلبی. این برنامه ها رو در آرشیو تلویزیون مردم در یوتیوب میتونید ببینید که از همون صفحه اول، اون بالای صفحه علامت یوتیوب رو کلیک کنید میتونید اونجا برید. دوستان سوال کرده بودید درباره برنامه آقای دکتر یگانه، اون رو هم با ایشون صحبت کردم. پنجشنبه چون ایام یا وقت سال نو هست و ممکنه شماها مشغول باشید، ایشون گفتن که جمعه برنامه رو میذاریم که فردا در برنامه خودم هم در این مورد صحبت میکنم. باز هم ممنونم که بین این همه رادیو تلویزیون، تلویزیون مردم رو انتخاب کردید. متشکرم که با آقای مطلبی بودید و امیدوارم که دوستان دیگه هم اگر صحبتی دارن با صفحه دیدار یاران یا با خود ایشون تماس بگیرن تا در این موارد صحبت کنیم و اگر مشکلی هست یا اختلافی هست اونها رو با صحبت و منطق با همدیگه در میون بذاریم. پس برنامه ها رو پی میگیریم و تا برنامه های دیگه، روز روزگار و شما خوش.